سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرها. پیوستن کتابخانه الروض الحیدریه به اتحادیه بین المللی انجمنها و مؤسسات کتابخانه‌ای. کشت مجدد برنج در عراق پس از 2 سال ممنوعیت. و فاجعه محیط زیستی در خوزستان، مرگ گسترده ماهی‌های تالاب هورالعظیم. وقت شما بخیر. پس از توسعه سیستم‌های نمایه‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، کتابخانه الروض الحیدریه وابسته به حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام به اتحادیه بین‌المللی انجمنها و مؤسسات کتابخانه‌ای پیوست. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام اعلام کرد که کتابخانه الروض الحیدریه به اتحادیه بین‌المللی انجمنها و مؤسسات کتابخانه‌ای پیوسته است. این عضویت دستاورد مهمی برای کتابخانه الروض الحیدریه است، چرا که امکان آشنایی با آخرین تحولات جهانی در حوزه کتابخانه‌ها، ارتقای همکاری‌های بین‌المللی و گسترش اندیشه و گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام و امکان بهره‌گیری از مخاطب گسترده‌تر را به این کتابخانه می‌دهد. خادم کرار، مدیر کتابخانه الروض الحیدریه در این زمینه گفت: اتحادیه بین‌المللی انجمنها و مؤسسات کتابخانه‌ای بالاترین مرجع غیر دولتی مرتبط با اطلاعات بخش خدمات کتابخانه‌ای به صورت یکپارچه است. وی در ادامه افزود: عضویت در این اتحادیه با هدف آشنایی با آخرین تحولات جهانی در حوزه کتابخانه‌ها، به ویژه حوزه‌های نمایه‌سازی، طبقه بندی خدمات ارائه شده و بهره برداری از کتابخانه‌های عمومی در عصر تحولات اجتماعی و انقلاب 4 صنعتی و اطلاع رسانی مطلوب در سطح جهانی صورت گرفته، علاوه بر آنکه می تواند موجب گسترش اندیشه ها و افکار و سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام به سراسر دنیا شود. مدیر کتابخانه الروض الحیدریه همچنین گفت: امیدواریم این عضویت آغازی برای همکاری مثمر ثمر بین این کتابخانه و سایر کتابخانه‌های بین‌المللی باشد و به ارتقای جایگاه این کتابخانه در سطح بین‌المللی کمک کند. گفتنی است که کتابخانه الروض الحیدریه یکی از مهمترین کتابخانه‌های عراق به شمار می‌رود، چرا که بیش از 1 میلیون کتاب و نسخه خطی در زمینه‌های مختلف را در خود جای داده است. این کتابخانه خدمات خود را به محققان و دانشجویان در سراسر جهان ارائه می‌دهد. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. یک منبع امنیتی در استان زیغار عراق دیروز از اجرای حکم اعدام تعدادی از محکومان زندان الهوت توسط وزارت دادگستری خبر داد. این منبع با اشاره به اینکه اکثریت مجریان حکم اعدام از اعضای گروه سنی‌های تندروی داعش بودند، خاطر نشان کرد تصمیم اجرای این حکم بعد از اینکه همه احکام آنها قطعی شد، به تایید رئیس جمهوری رسیده است. گفتنی است عراق تا کنون صدها تن از افراد وابسته به سازمان‌های تندرو را محاکمه کرده و از زمان شکست گروه سنی‌های تندروی داعش در عملیات نظامی گسترده در دوره 2014 تا 2017 اعدام‌های دست جمعی انجام شده است. باستانشناسان یکی از اولین ساختمان‌های مسیحی شناخته شده در خلیج فارس را کشف کردند که در سماهیج بحرین واقع شده است
و اولین شواهد فیزیکی از یک جامعه مسیحی از دست رفته در این منطقه را ارائه می دهد. در سماهیج بحرین قدمت رادیو کربن این بنا نشان می دهد که بین اواسط قرن چهارم و اواسط قرن هشتم پس از میلاد استفاده شده است. این مکان پس از گرویدن مردم به اسلام متروکه شد. و خبری از افغانستان. منابع محلی در استان قندهار در جنوب افغانستان میگویند که 5 کودک در این استان در پی انفجار یک مین زخمی شدند. منابع می‌افزایند که این رویداد روز دوشنبه یکم مرداد در منطقه تیموریانو از توابع شهرستان دنده این استان رخ داده است. به گفته منابع این مین در حالی منفجر شده است که کودکان در حال بازی با آن بودند. دستگاه امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که واحد مبارزه با تروریسم این دستگاه با مشارکت اداره کل عملیات دستگاه آسایش اقلیم کردستان عراق با تلاش‌های اطلاعاتی و پیگیری میدانی چند ماهه در یک عملیات ویژه توانست مخفیگاه‌های سازمان تروریستی داعش را منهدم کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی عراق با در بیانیه دستگاه امنیت ملی عراق آمده است که بر اساس قانون مبارزه با تروریسم در این عملیات 21 متهم تروریستی در استان سلیمانیه دستگیر شدند. دستگاه مذکور خاطر نشان کرد که 2 تن از سرکردگان سازمان تروریستی داعش در این عملیات دستگیر شدند. حکومت پاکستان تمدید 1 ساله اقامت مهاجران افغانستانی ثبت شده در این کشور را رسما تصویب کرد. حکومت پاکستان با انتشار بیانیه‌ای گفته که با در نظر گرفتن دستورالعمل کابینه فدرال، مهاجران افغانی که اقامت آنان در پاکستان ثبت شده بود را تا 30 ژوئن سال 2025 تمدید می‌کند. 1,300,000 مهاجر افغانستانی در پاکستان ثبت شدند و 800,000 نفر دیگر کارت‌های تابعیت افغانستان را دارند. خبری از قاره اروپا. وزیر امور خارجه انگلیس گفته که بریتانیا قصد دارد 10 میلیارد پوند برای طرح پناهندگی رواندا هزینه کند. یود کوپر وزیر کشور جدید انگلیس روز گذشته گفت دولت قبلی بریتانیا قصد داشت 10 میلیارد پوند برای طرح اخراج پناهجویان رواندا هزینه کند. گفتنی است این طرح تاکنون 700 میلیون پوند برای مالیات دهندگان هزینه داشته است. برای نجات تنوع گیاهان و جانوران از انقراض جمعی، سازمان ملل متحد یک پیمان صلح با طبیعت را در پایان سال 2022 معرفی کرد که در آن کشورها متعهد شدند تا سال 2030 30% از کره زمین را به مناطق حفاظت شده تبدیل کنند. اگر بتوانیم تنها 1.2% از زمین‌های کره خاکی را به حال خود رها کنیم، می‌توانیم از انقباض‌های قریب الوقوع آینده جلوگیری کنیم. اما گفتنی است متأسفانه تاکنون بشر توانسته تنها 7% از مکان‌های غیرقابل جایگزینی را که دارای تنوع زیستی نادر و در خطر انقراض هستند، پوشش دهند. میزان مصرف آنتیبیوتیک‌ها در ایران 10% از میانگین جهانی بالاتر است. سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کند که حداکثر 30% نسخه‌های تجویزی حاوی آنتیبیوتیک می‌باشند. در ایران 40% نسخه‌های پزشکان حاوی آنتیبیوتیک است. میزان تجویز آنتیبیوتیک طی سال‌های گذشته حدوداً 50% بوده که با تلاش‌های انجام شده توسط سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور این میزان به 40% کاهش یافته است.
سال 2018 سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرد که ایران با مصرف 38.78 دوز تعرف شده روزانه به ازای هر 1000 نفر دومین مصرف کننده آنتیبیوتیک در سطح جهان است. عراق کشت برنج را پس از 2 سال ممنوعیت با متدهای جدید سازگار با آب و هوای این کشور از سر گرفت. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. عراق پس از 2 سال ممنوعیت به دلیل کمبود آب کشت برنج را از سر گرفته است و در حال آزمایش گونه ای از این ماده گیاهی است که نسبت به نمونه های کاشته شده سنتی آب کمتری مصرف می کند. مهدی سحر الجبوری معاون وزیر کشاورزی عراق به رویترز گفت این کشور 150 کیلومتر مربع را برای کشت برنج در این فصل در نظر گرفته است و پیش بینی می کند که بازدهی آن 150 هزار تن باشد. این اقدام به دنبال یک ممنوعیت 2 ساله صورت می گیرد که طی آن سالانه 5 تا 10 کیلومتر مربع بذره برنج کاشته می شود. در دهه های گذشته این کشور بیشتر برنج مورد نیاز خود را کشت می کرد و گندم و جو صادر می کرد و زمانی هم بزرگترین صادر کننده خرما در جهان بود، تا اینکه مشکلات مربوط به کیفیت خاک، سیستم های آبیاری ضعیف، خشکسالی و دهه ها جنگ عواملی بودند که بخش کشاورزی این کشور را تحت تاثیر قرار دادند. مسئولان غله عراق می گویند که این کشور همچنان به واردات حدود 1,250,000 تن برنج در سال جاری برای پاسخگویی به تقاضای داخلی نیاز دارد. کشت برنج در عراق معمولاً از ماه ژوئن آغاز می شود و با برداشت در ماه نوامبر به پایان می رسد. انواع مختلفی از برنج در عراق کشت می شود که برنج انبر که به خاطر عطر و طعم بی نظیرش معروف است محبوب ترین آنهاست. کارشناسان کشاورزی عراق گونه جدیدی از برنج به نام قیری را تولید کردند که ترکیبی از گونه های انبر و یاس است و می توان آن را با سنپاش‌های ثابت و بدون نیاز به قرقابی کاشت. این نوع برنج پس از آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی مشخاب در سال گذشته در این فصل در مقیاس کوچک کاشته شده است. مسئولان دست‌اندرکار عراقی گفتند که برنامه‌هایی برای گسترش کشت این نوع برنج در فصول آینده در دست اجرا دارند. هدف دولت عراق این است که روش آبیاری سنتی که شامل قرقاب کردن محصول با آب است به استفاده از سیستم‌های آبیاری ثابت و کاشت‌های مکانیکی تبدیل شود. برای سال 2024 کشت برنج در 5 استان نجف، دیوانیه، مصنع، زیقار و بابل مجاز شده و استان نجف بیشترین سهم را برای خود اختصاص داده است. بارندگی زمستان گذشته و تعهدات ترکیه برای افزایش دسترسی عراق به آب آزاد شده از رودخانه های دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می گیرد باعث از سرگیری کشت برنج شده است. حسین مردان نماینده مجلس عراق به رویترز گفت که زمین های کشاورزی در سالهای آینده با اتخاذ روش های آبیاری قطره‌ای برای برنج که در حال حاضر در دست مطالعه است افزایش می‌یابد و به 1,000 کیلومتر مربع خواهد رسید. تعداد قابل توجهی از ماهی‌های حوضچه‌های اطراف تالاب هورالعظیم طی هفته گذشته بر اثر گرمای شدید و تبخیر آب از بین رفتند. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. کاسته شدن از حجم آب تالاب هورالعظیم عامل اصلی مرگ گسترده ماهیان این تالاب طی روزهای اخیر بوده است. در سرریز منطقه دلفیه، یکی از سرشاخه های تالاب 2 برکه به طول 50 و 100 متر با توجه به تأمین نشدن حقابه هورالعظیم و محصور شدن ماهی ها به دلیل کاهش سطح آب، تعداد زیادی از ماهی ها تلف شدند. عواملی مانند افزایش دما، تأمین نشدن آب مورد نیاز، کمبود اکسیژن و شوری آب نیز در مرگ گسترده ماهیان این تالاب مؤثر بوده است. انتشار تصاویر و اخبار تلف شدن ماهیان این تالاب
در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر اعتراض کاربران را در پی داشت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که مرتضی سوری، مدیر کل شیلات خوزستان، 12 خرداد اعلام کرد با هدف حفظ تنوع زیستی طالب‌های بین‌المللی استان خوزستان، 750 هزار بچه ماهی در تالاب هورالعظیم رهاسازی شده است. در تیر ماه 1400 نیز فعالان محیط زیست منطقه تصاویری از شط علی هویزه در بخش غربی استان خوزستان منتشر کردند که در آن مشخص بود هزاران ماهی تلف شدند. افزایش دما در کنار کاهش حجم آب پشت سدهای استان در سالیان اخیر مسئله تأمین آب مورد نیاز برای جلوگیری از خشک شدن تالاب‌های خوزستان را به چالشی برای سازمان حفاظت زیست این استان بدل کرده است. مسئله تلف شدن ماهی‌ها در تالاب هورالعظیم پیشتر در سال 1396 هم خبرساز شده بود. مرداد ماه آن سال امیر افراوی، رئیس اداره شیلات شهرستان هویزه، اعلام کرد به دلیل گرمای شدید و کاهش سطح رودخانه نیسان در حال حاضر بر اثر شوری و کمبود اکسیژن محلول در آب مقدار قابل توجهی از آبزیان تلف شدند. تالاب هورالعظیم با مساحتی بالغ بر 120 هزار هکتار بزرگترین تالاب مرزی ایران است که در مرز ایران و عراق قرار دارد. ذخایر آب این تالاب از رود کرخه در ایران و نیز رودخانه دجله در عراق تأمین می شود و مسئله نحوه تأمین آب هورالعظیم همواره یکی از مناقشات ایران و عراق بوده است. مرگ ماهیان هورالعظیم در شرایطی خبرساز می شود که به نظر می رسد دیگر تالاب‌های ایران نیز طی ماه‌های باقی مانده از تابستان به دلیل کاهش سطح آب می توانند وضع مشابهی داشته باشند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیوستن کتابخانه الروض الحیدریه به اتحادیه بین المللی انجمنها و مؤسسات کتابخانه‌ای. کشت مجدد برنج در عراق پس از 2 سال ممنوعیت و فاجعه محیط زیستی در خوزستان، مرگ گسترده ماهی‌های تالاب هورالعظیم. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.